دلیل به یک عنوان یک مشکلی که مثلا پیش اومد از این بهانه استفاده کردن که بتونن بر علیه رژیمی که 30 سال مردم رو مثلا به خاک و خون کشیده بهش استفاده بکنن و باش مبارزه بکنن. ما حالا نباید این مسئله رو الان دیگه موقع این حرفا نیست. الان موقع اینه که ما چطوری از این جنبش باید حمایت کنیم، چطوری این مردمی رو که وارد این جریان شدن، وارد این مسئله شدن، بذار حمایت بکنیم. فکر نمی‌کنم الان هیچ کسی بحثش این باشه که انتخابات باید عوض بشه، آقای موسوی باید بیاد مثلا بشه رئیس جمهور یا آقای کروبی یا کسی دیگه. الان مشکل ما اون نیست، مشکل ما نه مشکل آقای حسینی اشاره کردن که ممکن یعنی دعوای به اصطلاح خود داخل رژیم هنوز در که دعوای ما نیست، به قول شما از این مسئله گذشتیم. بله ما از این مردم الان دیگه از این مردم با تجربه شخصی خودشون با خاک و با خون و پوست خودشون احساس کردن. اونایی که نمیدونستن، اونایی که هنوز در توهم یه دهی بودن که سالیان سال میدونن و از ما خیلی داناتر هستن، خب اونایی هم یه دم هستن که نمیدونستن و دیدن که فرزندانشون و همسایه هاشون و دوستانشون چطوری به خاک خون کشیده شدن، چطوری به اصلا هدف تیر از روی پشت ما قرار دارن، از به هر وسیله دونستن به اصلا جنایت کردن. الان بحث هیچ کسی در این هیچ ایرانی فکر نمی‌کنه این باشه که ما حالا بیام یه انتخابات سالمی برگزار کنیم و یه انتخابات اصلا یک بهانه بود که مردم تو دستان ازش استفاده کنن، یه مجرای یک روزنه امیدی بود که مردم الان انگوششون رو کردن توش و این شکاف دارن بازتر میکنن. آقای حسیبی همین بود که داستان از این حرفا گذشته، ما این مسئله رو دیدیم. یقین دارم که از این حرفا گذشته و اصلا بحث الان بحث این نیست. بحث بحث اینه که بابا چیکار بکنیم که بتونیم این مسئله رو بتا این جنبش رو بهش عمق بیشتری بدیم. حمایتی از دستمون برمیاد. البته اونه که در صحنه هستن دارن این کار رو میکنن. فقط یه نظارگر هستیم. نه نظارگر نیستیم، تو رو خدا این حرف نزنید. نه ما هم تو صحنه ایم. در هر صورت حالا ممکن که ما دیداری بستاد ما هم دامزه در تطوان داریم، هر کاری که از دستمون برمید انجام میدیم، ولی یقینا به حساب صحنه اصلی مبارزه در ایران و ما میتونیم فقط با یک حامی از این مسئله کاملا بذار حمایت بکنیم. حالا یکی یه سهم بیشتری داره مثل جناب علی که وقت تو زندگی تو گذاشتید و الان 30 سال دارید مثلا پشت تلویزیون دارید این مسئله رو پیش میبرید. یکی هم ممکن مثلا بنده مثلا همون چند ماه اخیر دوباره به یک شور و شوقی افتاده باشم و دنبال این قضیه رو گرفته باشم، ولی معلومات هر کس به نوبه خودش بتونه به این دشمن یک سوزن بزنه. وقتی تعداد این سوزن ها زیاد بشه، هر دشمنه که هر چند هم حیولا صفت باشه باز از پا در میاره. این یه نکته دیگه این که خاتم ارسلان خدمتتون، این به اصطلاح مسئله شکنجه در ایران، اینا کسایی هستن که به حساب در رفتن و به حساب دوره دیدن، چه در اسرائیل رفتن دوره دیدن و چه در آمریکا، همون کارهایی رو که اینا در ابو غرائب دارن انجام میدن تمام اینا نل به نل در ایران دارن انجام میگیره. اینا یک جریانات سیستماتیکه که اینا دارن دنبال میکنن. مدجات اینا ارباباشون واقعا کسای دیگه هستن و در دنیا به حساب نوشه و کسی که وارد این میدان میشه، سربازی که وارد این مبارزه میشه، تمام به اصطلاح این مسائل رو میدونه که وارد میشه، یعنی آگاهانه وارد میشه و از این مسائل دیگه میگذره و وارد میشه و اینا مورد به اصطلاح ترس مردم دیگه. یعنی اون کسی که وارد این قضیه میشه پین رو به سر خودش میماله و میدونه که ممکنه چه بلاهای سرش بیاد. نتیجتا من فکر میکنم با وجود که تمام این جرایات برای ما بسیار تأسف آور و غم انگیزه و باعث میشه که خون واقعا دل ما ریش ریش بشه، ولی معلوم من فکر میکنم این مسئله به هیچ وجه باعثی نخواهد شد که مردم ما در مقابل این رژیم ایستادگی بیشتری نکنن. این باعثی میشه که مردم تشویق بیشتر بشن و ببینن با چه دست رو برن. کاملا درست آقای عزیز، ممنونم، مرسی، تشکر. درست همینه. البته اینا خیلی دارن تبلیغ میکنن، داره خیلی تبلیغ میکنن که آقای ما بگیریمتون زندون به تو تجاوز میکنیم، میزنیمتون، ممکن زندونم بکشیمتون. فکر بگیم مثلا این رول امینی اینا کشته شدن چی بوده جریان؟ مثلا پدرش جز سیستمه، رئیس انستیتو پاستور، نه معاون وزیر بهداری بودی، چرا کشتنش؟ چی بگن آقا ببین ما پسر معاون وزیرم میکشیم،
از خودمونن، ولی میکشیم. اگه گیرتون بیاد دیگه فرق میکنیم کیه، به تو تجاوز کنیم میکشیمتون، پارتیتون هم مهم نیست. که اینا همش تبلیغاته کردن، اینا رو البته کردن و دارن بزرگش میکنن که به گوش من شما برسه و ما بترسیم، در حالی که نمیدونن که ما اومدیم وسط که اینا رو با چادر هم مملکت فراری بدیم. این فرمانده شو بزرگ بزرگاشو خانم آقای اینا با چادر از مملکت فرار میکنن. روزش داره میرسه، اینا ما رو میترسونن یا نمیدونم مرد دیوونه شونو میفرستن رو خط مثلا من تهدید میکرد که مثلا باید ترسیم. ای بابا، ای به قول این آقا، ما اینا که میان تو صحنه، اینا که رفتن، اینا دیگه میدونن چیه. شما بکنید ما بدتر میکنیم. روز به روز ما جریتر میشیم، کسی نمیترسه، قرار نیست کسی بترسه. خب بقول این آقا، اونی که وارد این صحنه میشه میدونه چی میشه، میدونه ممکنه چه اتفاقی بیفته. من میدونم ممکنه از این استودیو برم بیرون، ممکنه 2000 سال دیگه اتفاق بیفته، ولی ممکنه واسه حادثه برام پیش بیاد. اینو قبلا من حسابش کردم، من اینو میدونم. اینه که باک از این مسائل جمهوری اسلامی رو اشتباه داره میره. راست میگید، این کارا رو کردن میکنن و اینا بهشون یاد دادن، خودشون یاد بلد نبودن که حتی در سباحت و در حیوان بودن احتیاج به درس نیست، هر کسی میتونه این کارا رو بکنه. خیلی خوب، بذار که من آخرین تلفنم بگیرم. جان سلام، از کیم قربان؟ سلام، خسته نباشی آقای دلدار، حالت خوبه؟ قربون شما، شما خسته نباشی عزیزم. مرسی. من وقتی رفته بی زنگم شما از آقای حسن نمازی گفتم. آقا خبرتون درست بود، آفرین به شما، چون اولین تلویزیون ما بودیم، از شما اومدید خبر دادید و من اون موقع خبر رو نمیدونستم. درسته. حالا امروز هم یه خبر جدید دارم. آقای نمازی یه دو دقیقه بیان. این آقا وقتی که استیم میفهمه که 74 میلیون دلار به جو به کمک مدرک جعلی از سیتی بانک گرفته، فشارش میذاره که 74 میلیون دلار به سیتی بانک پس بده. این آقا میاد یه کار دیگه میکنه، میاد از دو تا بانک دیگه توهای مدرک جعلی درست میکنه، از اونها 100 میلیون دلار میگیره، 74 میلیون دلار بانک سیتی بانک رو میده، چون تو دلار بانک دیگه دلار خرید داشته. اینجوری شد؟ چه شد؟ شنیدم که دوباره یه جرمای جعلی بهش اضافه شده و طبق 25 میلیون دلار قرار وسیط مالی آزاد الان، ولی خب دادگاه داره. حالا دیگه جرمش داره این که دو برابر شده، یعنی الان سه تا بانک دیگه هم سرش کلا گذاشته، یعنی ایشون آقا سر چهار تا بانک رو کلا گذاشته که اینجا در نیویورک خیلی سرسلو قطع کرده. و حالا یه وکیل هم داره که وکیلش گفته استیان طوری به این آقای نمازی فشار آورده که ایشون دیگه نمیتونه پولی، همه اکانتاش فریز شده تو بانک ها، حتی خرج وکیل و خونه دار نداره. بینه این رو خواستم بگم که خبر جدیدی بود که امروز تو روزنامه‌های نیویورک چی شده و گویا این استیان خیلی دنبال آقای نمازی هست. خیلی هم داستانش کنیم به گروه آقای برمیگرده به گروهی که طرفدار خاتمی بودن و اصلاحات رو میخواستن و خب از جمهوری اسلامی و از طرف دموکرات ها حمایت میکنن و ایشون یکی از بزرگترین کسایی بود که پول زیادی برای آقای اوباما و خانم هیلاری کلینتون جمع کرده، به دموکرات جمع کرده و این واقعا تو روزنامه نیویورک یه داد و بیداد کرده. دستم خیلی ممنون بوده در خسته نماشیم، خودم این رسانه دیگه بود درستون برمون برم. مرسی عزم، مرسی. پس بنابراین یه چیز رو ما متوجه میشیم، این که شما در گاورمنت باشید در نیست که امنیت داشته باشید هر کاری بتونید بکنید. و این چیزی که این گوشه که این آقا زدن، منظورش اینه که بالاخره کسی که با جمهوری اسلامی کار میکنه یه جورایی یا یه هواشونی دارن، اینا یه جوری بالاخره خیرشون میگیرن. حالا هم چقدر رابطه داشته شده باشه مسائل با هم دیگه، ولی به هر حال آقای نمازی چهره سرشناس و بزرگی بوده. خیلی خوب، اجازه فرمایید که دیگه خیلی دیر وقت شد، با تو خدافظی بکنم و آرزوی شبها و روزهای خوشی براتون داشته باشم و تا دیداری دیگر.